سلام، حمید هستم. قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم مسلمون بودم. البته من نه خیلی جدی و سفت و سخت بودم، نه هم شل بودم، عادی بودم. البته نماز میخوندم، حالا بعضی از سالها کلن چند سال نماز میخوندم، فقط ماه رمضان نماز میخوندیم که روزه میگرفتیم، اونم بر اثر واجب بود که ما روزه بگیریم. البته من مسلمونیم نه خیلی صفر بود، نه خیلی شل بود، ولی اعتقاد به حلال حرامی داشتم. همیشه سالهای سال مثلا میدیدی من از ماه رمضان تا ماه رمضان سال دیگه من اصلا نماز نمیخوندم، فقط تو ماه رمضان مثلا نماز میخوندم. بنده تو شرکت نفت کار میکردم، ولی نیروی ساعتی قراردادی بودم. متاسفانه افرادی که توی اون ادارهی که من کار میکردم، همیشه اونهایی که کارمند رسمی بودن ما رو به دید کوچیک نگاه میکردن. مثلا یه چیزی رو میخواستیم از اداره بگیریم، مستقیم میزدن تو چشممون، میگفتن شما که رسمی نیستین، شما پیمانکاری، شما ساعتی هستین، و این خیلی من آزار میداد و من مجبور میکرد که من خودم رو مثل اونها قرار بدم. و رفتم وام گرفتم و خیلی خونه رو مجهز کردم از همه نظر که هر کس وارد خونم بشه احساس کمبودی نکنم خودم، یعنی خودم کوچیک نشم در برابر اون شخصی که یا اون افرادی که مثلا فخر فروشی میکنن. همیشه خودم رو یک فردی مثل کارمند رسمی نفت بودم حس میکردم، خودم رو مثل اونها و خودم مغروز میکردم که مثلا مثل اونها باشم. میرفتم وام میگرفتم و من واما رو خرج خونه خودم میکردم و اون واما تبدیل به مثلا میخواستم یک وامی رو پرداخت کنم، قدرت پرداخت نداشتم، میرفتم وام دوم رو میگرفتم، میخواستم وام اول رو صفر کنم، میرفتم وام دومه میموند رو دست من و همینطور میرفت برای سوم و چهارم و من توی یک دایره میچرخیدم دور خودم. هیچ پیشرفتی تو زندگیم نداشتم. به یک مرحله‌ای می‌رسیدم که می‌رفتم وام باز با سود بالاتر می‌گرفتم و اون قسط‌های عقب افتاده رو پرداخت می‌کردم و واقعاً یک زندگی آتشین رو برای خودم درست کردم، به خاطر اینکه من حس نکنم پیش اون افرادی که کارمند رسمی نفتن حس نکنم من کوچیک هستم. وامی که میگرفتم زیاد، میخواستم اون خلأ که وجودم بود رو از بین ببرم که کسی به من با دید کوچیک یا مثلا تحقیرآمیز نگاه نکنه، ولی متاسفانه نتونستم اون خلأ که به وجود آوردم برای خودم رو پر کنم. اون توی گردابی گرفتار بودم که من داخل اون گرداب هرچی دست پا میزدم متاسفانه نجات پیدا نمیکردم، از اون وقت غرق شدم. اولین بار از طریق یکی از بستگان نزدیکم با مسیحیت آشنا شدم و اون من بشارت داد. وقتی که من در مورد مسیحیت برام من بشارت دادن، من خیلی خسته بودم، گفتم شاید این یک راهی باشه که بتونم نجات پیدا کنم. تو محل کارم تبلیغ میکردم، بشارت میدادم، به من تذکر دادن، گفتن که تو اجازه نداری که داخل محل کارت تبلیغ بکنی، از این صحبت ها بکنی، که من توجه نکردم به این کلمات
و یک روزی که من از کار بودم و شب ساعت 10 شب میخواستم برم منزل خودم، با موتورسیکلت بودم و همیشه من با موتورسیکلت که هستم ایمنی خودم رو کاملا حفظ میکنم، دستکش میپوشم، کلاه ایمنی میزنم، که من داشتم به مسیر خودم ادامه میدادم که یک ماشین ناشناسی از پشت سر من زد. نفهمیدم دیگه چی شد، فقط من از موتور جدا شدم، موتور من برای خودش رفت و من تو لاین مخالف رفتم و کلاه ایمنی شکست تو سر من و موتور سیکلت من رفت زیر چرخای پاترول روبرویی که از مسیر مخالف داشت می اومد و موتور من شده بود مثل یه گوشت چرخ کرده. من مطمئنم که چون اینا به من تذکر دادن که میخواستن به من آسیب بزنن و حتی احتمال داشت تو این آسیب منم بمیرم براشون مهم نیست. رفتیم توی پارکی، بچه هام که داشتن سرسره بازی میکردن، دو تا فرد ناشناس، یکی داخل ماشین بود نشسته بود و دو تا اومدن به سمت بچه هام که من حس کردم اینا میخوان بچه هام بدوزن، که من داد و بیداد را انداختم و دعوا کردم و گلاویز شدیم و مردم اومدن اونا فرار کردن از داد و بیداد من. من بعد از اون اتفاق تو فکر خارج از کشور بودم که مثلا یه روزی من از کشور باید خارج بشم، که یه روزی که ما رفته بودیم برای دعا، یه بی‌حکمتی داخل کلیسای خانگی وجود اومد که بعد از مدتی ریختن همه رو گرفتن، که بعدش ما به صورت تلفنی به ما خبر دادن که همه بچه های کلیسا رو گرفتن. من مخفی شدم و احساس خطر بیشتری کردم و بعدش اومدیم به صورت مخفیانه ترکیه. بعد از اینکه من مسیحی شدم، خیلی ایماندار شدم، خیلی تو روحیم، تو زندگیم خیلی تأثیر داشت و احساس خیلی خوبی دارم. قبلا انگیزه‌ای برای زندگی کردن نداشتم، ولی از وقتی که وارد مسیح شدم انگیزه برای خودم پیدا شد و الان من امید دارم به زندگی. و قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم، یه خلأ تو وجودم بود که میخواستم اون خلأ رو با وام، با کار کردن زیاد پر کنم، ولی پر نمیشد. و بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردم، همه این خلأ با محبت عیسی مسیح پر شد. اگر این موضوع رو بخوام جمع‌بندی کنیم، تو یه کلمه میگم حال خیلی خوبی دارم با مسیحیت. من اگر کسی رو بخوام بشارت بدم یا یکی شک داره تو این قضیه که بیاد توی مسیحیت، بهش میگم ایمان بیار که من به خیلی چیزا رسیدم از محبت عیسی مسیح.